حرفای روحانی رو گوش بکنید، اون اصلاح طلب امروزین گوش کنید. قدیم تا همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و ستاد مشترک رو بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش من شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خب اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن، حالتا برسیم به ادارات. اونجا بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم، عدد خیلی زیاد نبود، البته حالا یادم نیست چقدر، 30 نفر بودن، یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بیجا بود. من رفتم براشون صحبت کردم، گفتم که باید با روسری همه بیاد از فردا، اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلان، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه، به اضافه این کالا یک کدری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، غر زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه میشه، خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه باید گفتیم هم به دجوان و اینا هم گفتیم اگر بیاد بیاده به راش نده دیگه از فردا. از اونجا ما شروع کردیم اینا. بعدش آمدیم تو نیروها، من آمدم تو نیروی هوایی، به من گفتن برو برو نیروی هوایی و فرداش من رفتم نیروی هوایی. یه سالونی بود همه اینا رو جمع کردن رو تو همین دوشان تپه همه جمع شدن اونجا، اونجا هم زیاد بود عدد این زنها، اونجا خیلی بود. اونجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ کردن زنها، شلوغ بود، گفتیم ببینید این دستوره باید این کار بشه و به هر حال حالا هر نکته‌ای دارید مسئله نیست، منتها ما که نمیگیم چادر سر کنید فلان، بحث چادر نیست و بحث روسری است و چیزی نیست، حالا چرا سختگیری میکنه، چیزی نیست سر کنید، این بر آخرتتون دنیاتون. و اونجا هم تهش ما گفتیم که از فردا ما میگیم که کسی بی جا باشه راش ندنید، نمیشه این مقررات میگیم. و دریایی، من این سجا رو در تهران رفتم صحبت کردم براشون، برای زنا یه مقداری اول استدلال و این از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سلامت جامعه و مشکلاتی که درست میکنه و آیات و روایات و بعدم تهش هم دستور و فرمان و آیات و روایات و